پژوهش اخیر شهرداری تهران نشان می‌دهد که بیش از 30 درصد از مخاطبان این نظرسنجی یعنی حداقل 24 میلیون ایرانی آرزو دارند که در کشور دیگری زندگی کنند سیاستمداران و هنرمندان نامداری که با ترویج گفتمان رسمی امرار معاش می کنند و ایران را یکی از بهترین کشورهای دنیا می خوانند فرزندان خود را در خارج از این کشور به دنیا می آورند یا برای تحصیل و زندگی به غرب می فرستند امری که اعتراض شدید کاربران شبکه های اجتماعی به ریاکاری آنان را در پی داشته است اما نباید از یاد برد که این آفت تنها ذهن و زبان نخبگان را تباه نکرده بلکه بسیاری از شهروندان عادی را هم در کام خود فرو برده است ریاکاری چه نقشی در تحکیم استبداد و تبعیض دارد ببینید من فکر میکنم که ریاکاری چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی مهمترین نقص مهمترین مشکلی که ایجاد میکنه این هستش که یک تصویر غیر واقعی به وجود میاره که این تصویر غیر واقعی گاهن هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع میتونه مورد قضاوت قرار بگیره همونطور که اگر یک فردی رفتار واقعی خودش رو پنهان بکنه از چشم دیگران و گاهی اوقات حتی از خودش هم در واقع اون رو پنهان بکنه که ریا میدونیم در بحث فردی علاوه بر اینکه دروغ در مقابل چشم دیگران هستش گاهی اوقات طرف سعی میکنه به خودش هم در واقع دروغ بگه این باعث میشه که نقاعث بر طرف نشه یک در واقع چهره ای از فرد ساخته بشه که با واقعیت ها تطابق نداشته باشه فکر میکنم در جامعه هم به همین ترتیبه یعنی وقتی که شما در جامعه ریاکاری رو ترویج میدین باعث میشه که نقاعث جامعه در واقع پوشیده بمونه بزک میشه و عملا واقعیت های جامعه با یک چیزهای دیگه ای ماسکه میشن جمهوری اسلامی یک حالتی داره میگن که اگر فقط به صدا و سیمای جمهوری اسلامی نگاه بکنی میخوام اون ریاکاری دولتی رو در واقع نشون بدم میگن که اگر فقط به صدا و سیما نگاه بکنی واقعا جز اون کشورهایی به حساب میاد که خیلی از بیرون آرزو میکنن که در اونجا زندگی بکنن به خاطر اینکه تلاش میشه واقعیت ها دیده نشه به صورت سیستماتیک به خاطر اهداف ایدئولوژیک در حالی که در بسیاری از کشورها گرچه ممکن است که در واقع بزک باشه ری، ریاکاری هم باشه اما حرکت قالب در اکثر جوامع این هستش که واقعیت های جامعه دیده بشه برای اصلاح جامعه اما وقتی که واقعیت ها دیده نمیشه در مثلا در جمهوری اسلامی از یک دیکتاتوری و استبداد به شکل بزک شده در واقع ما شاهد یک مردم سالاری دینی هستیم این میتونه در واقع در ذهن مردم اینگونه گونه القا بکنه که در واقع یک وضع مطلوبی وجود داره اما خب این همیشه در واقع همیشگی نیست اون چیزی که خانه‌ای که بر آب و دروغ بنا شده باشه پایدار نیست ای ثابته این که سی درصد مردم میخوان خارج از ایران زندگی کنند به نظرم ریاکاری نیست یعنی مثالتون درست نیست سی درصد ناراضیان و دوست دارن جای دیگه زندگی بکنن ولی اصل موضوع بحث درستیه ببین ریاکاری مشکل جامعه ماست ولی این دو وجه داره یه وجهیش تطبیقه حالا من اینطوری اسم گذاری میکنم یه وجهیش واقعا تباهی اخلاقیه تطبیقش که در نظامهای استبدادی مثل طبیعت باید خودشو با طبیعت تطبیق بده که دشمنا نخورنش خواهی نشوی رسف و همرنگ جماعت شو حالا شکل تنظل شد، یعنی تحت فشار زیاد فرد مجبوره که خودشو بپوشونه از نظام کنترل کننده و گزینش و حراست و اینا ولی اون قسمتیش تباهیه که این ماجرا درونی بشه یعنی فرد این رو برای خودش موجه کنه حتی این رو نردبان ترقی خودش قرار بده یا دیگران رو زیر پای خودش برای اینکه ترقی کنه با همین ریاکاری روش بده من خیلی استادای دانشگاه رو دیدم دکمه بسته و اینا ولی از همه ضد انقلابترم هم. به قول ولی این تظاهر رو دارن میکنن ولی اون بخش تباهیش هست که مشکل ایجاد میکنه ما در فرهنگ دینی هم داریم میگه شما وقتی شاهد ظلمی هستین حتی نمیتونید زبانی, زبانی اعتراض کنید یعنی اونقدر فشاره یا عملی علیهش انجام بدین ولی تو قلبتون نفرت داشته باشید از ظلم یا تو بعضی دعاها داریم که نه تنها علیه ظالمین میگه کسی که این رو بشنوه و به این رضایت داشته باشه اونم در اون ستم شریکه اون بخشی از این تطبیق ریاکاری است و منفیه و واقعا یه مشکلی است در جامعه ما منم بهش فکر میکنم چون فکر میکنم گره سیاست در ایران الان در تحلیل مردم و انگیزش یا بی اونها نهفته است و این قسمت هست که ما باید در درون خودمون این تطبیق رو بیرون بکنیم و در اون ستم و ظلم شریک Point. آقای صابتی من فکر میکنم که قسمت پایانی سوال شما این که ریاکاری چه نقشی در تحکیم استبداد داره برای من در واقع اینطوری مطرح میشه که حکومت های استبدادی چه نقشی در پیدایش و ترویج و رشد ریاکاری دارن من فکر کنم استبداد که مهمترین نقش رو در ایجاد فرهنگ ریاکاری در جوامع داره علتش هم مشخصه در واقع هر حکومت استبدادی هر هیئت و ظاهر و باطنی که داشته باشه معمولا یک روایت از هر مسئله ای رو قبول داره یک نوع طرز تفکر رو به رسمیت میشه نخصه. و یه شیوه زندگی رو قبول داره خیلی خب جوامع تبدیل شدن از آدم های که متفاوت فکر میکنن متفاوت زندگی میکنن و متفاوت رفتار میکنن ولی وقتی با متوجه میشن که یک قرائت رسمی وجود داره که در فضای اون زندگیشون میتونه امن باشه خب طبیعتا یه برای اینکه بتونن به جایی راه پیدا کنن ایده برای اینکه بتونن رشد کنن ایده برای اینکه در همون جایی که هستن بتونن باقی بمونن ناچارن که ماسک بزنن و هم ظاهر و هم باطن خودشون رو جور دیگری نشون بدن خب این حد چقدر هم که معصومانه آغاز بشه ترویج میشه پنهان کردن خود و تظاهر به چیزی که نیستی خب چنین وضعیتی در واقع با این که به نظر من موجد ریاکاری استبداده ولی طبیعیه که اون وقت به سهم خودش کمک میکنه که اون ابزار در حکومت تثبیت بشن اینکه ما در کشورهای غربی خب میبینیم که این مشکل همه میان در قرب میگن که ما اینجا چقدر مردم راستگو چقدر حالا ما نمیدونیم رفت راستگو ولی اینجا مردم اجباری ندارن که برای تحصیل برای کار برای حالا رشد و حرفی که هستن چیز دیگری خودشون نشون بودن این شده که عادت شده در فرهنگ اونجا و ما در ایران بهش حال یه جور رواج فرهنگ ریاکاری میدونیم خب همین که شما میگید که شرایطی رو به وجود میارن که یک شهروند راست نمیگه دروغ میگه خلافکاری میکنه ریاکاری میکنه برای اینکه بتونه زندگی بکنه نشون میده که ما از ذره ساختاری رو که در اونجا داریم و معیارهای اخلاقی رو که در اونجا هست و معیارهای سیاسی رو که هست که آدمی رو که اگه راست بگه مثلا فرض کنید به عنوان اپوزیسیون راست بگه زندان داره شلاق داره تبعید داره و غیره خب این ما با یه سیستم خراب روبرو رو هستیم ببینید هلموت شمیت صدر اعظم پیشین آلمان میگه که سیاست بدون اخلاق به راحتی تبدیل به جنایت و سیاستمدار بدون اخلاق به راحتی تبدیل به جنایت کار میشه و این درسته برای همینه که علاوه بر این معیارای اخلاقی بسیار بالایی رو که در این جوامع باز رعایت میکنن در جوامع باز متوجه هستند که خود قدرت و در قدرت بودن و حفظ قدرت با خودش میتواند ریا بیاره به همین دلیل کسانی که در اپوزیسیون هستن یعنی اپوزیسیون آزاده کنترل دموکراتیک میکنه تا این سیاست مدار ریاکاری نکنه اگر که کرد فوری میذارنش کنار و غیره ولی اون فاجعه رو که شما ازش صحبت میکنید در ایران سی درصد 24 میلیون من فکر میکنم با توجه به اینکه پرسش از بزرگ سالان هست نصف جمعیت بزرگسال ایران میخواهد از کشور خارج بشود که دارای این سیستم دینی حکومتی هست این سریال چرنوبیل که خیلی موفق بود اخیرا با این جمله شروع شد که هزینه دروغ چیه اصلا و یعنی یک فاجعه ای که اتفاق افتاده نتیجه دروغویه و تو سریال میگفت که ما هر دروغی که میگیم یک بدهی به حقیقت پیدا میکنیم و فکر میکنیم که هیچ وقت قرار نیستیم بدهی رو بدیم و روزی که پس میدیم مثلا میشه یک فروپاشی هسته ای در اونجا یک فاجعه میشه حالا در سیاست هم همین شما نگاه کنید کلیسای متدیس قرن 19 اومد ورق بازی سیرک تاعت رقص مسابقه از سوار همه اینا رو برای اعضای کلیسا ممنوع کرد ولی اعضای کلیسا ریاکاری ذهنی یا عینی فعال یا منفعل پیشه نکردند ادامه دادند به اون تفریحات در نتیجه کلیسا چون با ریاکاری مواجه نشد بلکه با گویی و با صداقت مواجه شد عقب نشست به تن داد تمام این تفریحات به نظر خودش غیرمجاز رو مجاز اعلام کرد همینطور در یه جامعه ای اگر در برابر دروغگویی مقاومت مدنی صورت نگیره همونطور که واتسلاف هاول میگه قدرت زعفا فقط در فاشگویه حقیقته یعنی در سیستم های استبدادی شما مهم لازم نیست هیچ فعالیت سیاسی بکنید فقط حقیقت رو فاش بگید مثل داستان هانس کریستین اندرسون اون پادشاه لخت هیچ کسی نمیگفت پادشاه لخته یک بچه چون صادق بود و به ریاال نبود داد زد به مادرش گفت مامان این آقایی که لخته و تمام اون بنیان دروغ رو فرو ریخت یعنی چون این سیستم های تمامیت مثل ایران و چین و روسیه اینها مبتنی بر دروغ اصلاً شما فاشگویی حقیقت بکنید اتفاقا مهمترین کار سیاسی رو انجام دادید چون کل این سیستم بر اساس دروغه فرو می پاشه اما تا وقتی که ما به ریا تن بدیم به بهانه حفظ مسلحت خودمون تبعیض و استبداد تداوم پیدا میکنه روحانیت حاکم ایران هم به سکولاریزاسیون جز در مواجهه با شهامت مدنی تن نمیده تا ریاکاری باشه سکولاریزاسیون در ایران اتفاق نمی‌افته